بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على محمد واله الطيبين الطاهرين، اللهم صل وسلم على محمد وال محمد. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. من الامور المهمة التي اولت العتبات المقدسة اهمية خاصة واستثنائية لها هي الجانب التبليغي الفكري والثقافي للفرد المسلم. تمثل هذا الامر اكيد في تاليف الكتب الدينيه ومؤلفات عده تخدم الدين المذهب المجتمع الانسانيه وكذلك في عقد الندوات المهرجانات والمؤتمرات فعاليات كثيره على هذا الحد واكيد هذه الفعاليات لها ما لها من الاثر استثمرت مناسبات أهل البيت عليهم صلوات الله وسلامه من أفراح ومن أحزان في إبراز تجليات شخصيات محمد وآله اللهم صلي وسلم على محمد وآله العتبة العباسية المقدسة وبجهد استثنائي وفي هذا المشروع وهو مهرجان روح النبوة الثقافي العالمي النسوي، اليوم نعيش نسخته السادسة بكل تفاصيلها المثمرة بإذن الله تعالى. تناول الكثير من الجلسات المتنوعة ما بين جلسات شعرية بحثية قرآنية وغيرها. وان شاء الله نحصد ثمار هذه النسخه باذن الله تعالى التي تحدث تغييرا للافضل في حياه الفرد المسلم تحديدا المراه المسلمه وتعزيز هويتها الثقافيه وقيمتها الراقيه في الاسلام وفقنا ولله الحمد بان نعمل على حوارات عديده مع ضيفات ان شاء الله من خارج البلد لنلتقي معهم ونتجاذب اطراف الحديث لنصل الى الدافع والسبب في مشاركتهم وكيف انهم خدموا هذه الشخصيه الفذه السيده الزهراء صلوات الله وسلامه عليها من خلال هذا المهرجان. معنا اليوم الدكتوره نهله الغروي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته وعلى كل المستمعين ان شاء الله نبارك لكم ذكرى ولاده السيده زهره عليها السلام ونبارك عليكم ان شاء الله ونبارك لكم مشاركتكم ان شاء الله في هذا المهرجان شكرا من دعوتكم الله بارک بیکم دکتور نهله نتعرف بدایة على تخصصكم وایا علی نشاطاتكم فی بلدكم تفضلي من سالهاست استاد علوم قرآن حديث و یک شیعه هستم و اصلا به خاطر اهل بیت آمدم به این رشته لیسانس من شیمی دانشگاه صنعتی شریف بوده اما من به خاطر اهل بیت آمدم به رشته علوم قرآن و حدیث برای اینکه در این زمین خدمتی بکنم بر اهل بیت خدمتی بکنم و الحمدلله در عرض این حدود 29 سالی که تدریس داشتم موفق شدم کتابهایی رو داشته باشم کتاب محدثات شیعه مجموعه زنان راوی شیعه از زمان پیغمبر تا قرن چهاردهم و همچنین کتاب تاریخ حدیث شیعه که به نوعی که من نوشتم در مورد از اهل بیت در مورد حدیث اهل بیت نوشتم از زمان پیغمبر تا زمان قیبت کبرا هیچ کتابی تاریخ حدیث اینطور ننوشته بود و البته کتاب های دیگری هم دارم که انشاءالله در خدمت اهل بیت بوده و پایه اهل بیت حضرت زهرا سلام الله علیه ها هستم سلام الله عليها هذه المشاركة الأولى في هذا المهرجان أم كانت لكم مشاركات سابقة في النسخ التي سبقت مشاركة الأولى مشاركة الأولى لو دخلنا وتحدثنا عن البحث اللي شاركتي به بداية ما الموضوع اللي تناول هذا البحث إن شاء الله وما هي النتائج المتوخات منه تفضلي أولا إن مجموعها مجموعة نشاستها انسان ها خانم ها و آقایان همه میشه در باره وقتی که به خصوص درباره اهل بیت تمرکز بر سخنانشون و درس گرفتن از زندگانیشون و سخنانشون که برای همه ما لازم هست چون حضرت زهرا سلام الله علیها الگو برای همه ما زنها و مردها هستن همونطور که اینکه روش زندگانی حضرت رو خب ما در کتاب ها خیلی نداریم اصولا از آغاز اسلام به زن توجه نمی شد و کتاب ها رو من برای تز دکترام همه کتاب های اصلی رو گشتم به دنبال اینکه مطالب راجع به خانم های اصحاب پیغمبر اصحاب ائمه پیدا بکنم و روایت هاشون رو جمع وری بکنم خیلی مطالب کم بود حتی ما, ما واقعا در مورد خود حضرت زهرا سلام الله علیها حضرت خدیجه در خود کتاب ها به اون صورت چیزی نداریم خیلی که از زندگانیشون توضیحاتی داده باشن اگر الان کتاب جمع شده این کتاب ها رو اگر شما کنار هم بذارید متوجه میشین که خیلی وقتها نویسنده خودش قلم زده و نوشته این که واقعا در کتاب های اصلی در کتاب های رجالی قدیم حتی در بعضی از کتاب خیلی از کتاب های رجالی اصلا ما اسم خانم ها رو نداریم به عنوان راوی حدیث راوی حدیث معصومین علیهم السلام و این خب خیلی کم بود شد بود برای جوامع اسلامی و این خودش باعث شد که من به تز دکترام رو این مسئله اصلا داشته باشم و دقیقا دو سال تمام من کار کردم و تا اون موقع کسی به اون صورت روی راویان شیعه کار نکرده بود و الحمدلله وقتی که دانشگاه تصمیم گرفت رساله منو کتاب بکنه که دانشگاه هیچ وقت این کار رو و تا به حال هم نکرده تنها کتابی که از رساله دکتری کتاب کرد دانشگاه تربیت مدرس همین کتاب محدثات شیعه بود و توجه همه هم به حضرت زهرا بود و در این کتاب من بر اساس الف با تنظیم کردم به خاطر اینکه اولین نفر رو با ام ابی ها شروع بکنم اگر میخواستم از نظر تاریخی زمانی این کار رو بکنم باید اصحاب پیغمبر که قبل از حضرت زهرا بودن و وسنتر بودن مثلا ام سلمه اخت بنت اینها رو اول می آوردم ولی من خواستم که با الف شروع بکنم الف به ترتیب الف با شروع بکنم و با نام مبارک ام ابیها ها شروع بکنم که با اسم حضرت زهرا شروع کرده باشم و خب حضرت از تمام زندگی رفتار با هم پدر رفتار با همسر رفتار با بچه ها واقعا در همین کلماتی که در حدیث شریف کسا داریم در خطبه حضرت داریم و در صحبتی که زنان مدینه اومدن به عیادت حضرت داریم همه الگوهایی نمونه هایی هستش که ما برای زندگیمون میتونیم از توی این کلامات حضرت ویرون بیاریم مسئله واقعا ساز اطاعت از امامشون اطاعت از پیغمبر و اینکه جانشون رو در راه امام دادن و حضرت در کلامشون میفرمایند امامتنا نظامون للمله یعنی امامت ما خانواده باعث ایجاد نظم در کل امت اسلامی میشه یعنی اگر امت اسلامی بیان زیر چتر امامت و زیر یک چتر قرار بگیرن هم دارای نظام تربیتی اجتماعی فرهنگی همه چی حکومتی خواهند بود هم اینکه در زیر یک لوا در حرکت خواهند کرد که این وحدت باعث این میشه که در ادامه صحبت چون که این این رهبری جلوگیری میکنه از نفاق و جدا شدن مسلمان ها و دقیقا هم همینطور این بزرگترین درس حضرت برای ما همه زنهای مسلمان و مردهای مسلمان هست که در زیر چتر ولایت اهل بیت قرار بگیریم تا اين كي هم, با هم وحدت داشته باشیم و براي ظهور فرزندشون حضرت حجه سلام الله عليه آماده باشيم. احسنتم بارك الله بكم ان شاء الله نتحدث اكثر واكثر عن المهرجانات واثرها في واقع المراه المسلمه اليوم وكيف لها ان تخدم المراه المسلمه وتعزز من هويتها وانتمائها الديني والعقائدي والانطلاق اكيد من مهرجان روح النبوه الثقافي النسوي العالمي لكن نتوقف مع هذا الفاصل بإذن الله ثم بعد ذلك نتم نذهب إلى هذا الفاصل ثم لنعوده السنة السادسة وعلى التوالي هذا الملتقى الإبداعي المستقى من رحيق الولاية العظمى والنهج القويم ما يثمره لنا الكثير من الأبعاد عن شخصية السيدة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها نتحدث عن مهرجان روح النبوة الثقافي العالمي النسوي بنسخته السادسة الحديث مستمر مع الدكتورة نهلة الغروي مرة أخرى حياكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكتورة نهلة برأيكم هذا المهرجان وضمن هذه الجلسات المتنوعة يكشف لنا الكثير من تراث السيدة الزهراء عليه السلام ما واقعه وكيف تستفيد منه اليوم المرأة المسلمة سواء كانت في بيئة مسلمة أو غير مسلمة اه لازم هستش إن نشستها إن ها براي نسل امروز جوان های امروز بعضی از جوان ها سوال میکنن که زندگی حضرت زهرا مال 14 15 قرن پیش بوده و الان با زندگی ما هیچ ربطی نداره اصلا نمیتونه برای ما الگو باشه ما با استخراج کردن کلمات حضرت و توضیح درباره اون و تطابقش با شرایط امروز میتونیم به جوانهامون به نسلمون نشان بدهیم که کلمات حضرت رفتار حضرت الگو بوده همیشه برای ما بوده و الان هم هست همونطور که خداوند در قرآن میفرماید که بهترین الگو اصفه حسن رسول الله هست دختر رسول الله هم بهترین اصفه حسنه برای همه مسلمان ها و غیر مسلمان ها و همه مردم در تمام نسل ها هست تا قیام قیامت تا زمانی که قرآن برقرار هست انسان ها برقرار هستند دختر رسول الله هم بهترین اصطه برای همه هستند و اگر ما نگاه بکنیم طرز زندگی ایشون سرفجوی زندگی ایشون ساختن با مشکلات زندگی با سختی ها با فقر با تنگ دستی با نفاق مردم با سختی هایی که منافقین برای پیغمبر اکرم به وجود آوردن و بعد برای عهد شکنی که با امیر بعد از قدیر کردن می همه اینها برای ما درس هست به اینکه الان در جوامع خودمون چگونه زندگی بکنیم با رهبرمون با رهبر اسلامی چجوری رفتار بکنیم چطور اطاعت بکنیم و پیوند رسول الله و پی... پیوند الله هست رو با خودمون فراموش نکنیم احسنتم از سعید شخصی لو تساءلنا أو ماذا لمستم من استثناء في هذا المهرجان الميزة التي ميزت هذا المهرجان عن غير من المهرجانات من مهرجان های قبلی رو ندیده بودم و خبر نداشتم اما از تنوعی که در این برنامه هست در مسائل از نظر فرهنگی اجتماعی و علمی خوب میبینم که برای بش مختلف مفید هستش. و میتونه همهرم الان از بش مختلف رو دور هم، دعوت کرده و جمع کرده تبادل نظر بین خود ما ها آشنا شدن ما خانم ها الان مهمان هایی که الان هستن این خودش یک عالم تعامل و استفاده و بهره هست برای زندگانیمون که انشالله به شاگردانمون به دانشگاه هامون به مراکز ثقافیمون انشالله منتقل کنیم کمان علم مهرجان روح <تصفح> نبوه الان اصبح نقطه استقطاب لكل جهود النسويه بالامكان انه تجمع في هذا الم وتنجمع في هذا المكان وبالتالي يظهر هذا الابداع كل آه كل واحده حسب تخصصها والكل مجتمع في خدمه السيده الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. كيف ننظر الى صور استثمار هذا الجمع وهذه المحافل وهذه الجلسات؟ تفضلي. اولا محيطي ان برنامج برقزار مشي محيط مقدس محل اهل بيت هست قدش خيلي مؤثر هست یعنی شما این برنامه رو در کربلا و نجف در این الان پیاده میکنیم با اینکه اینها مثلا در سان فرانسیسکو یا در توکیو جای دیگری برگزار میشد خیلی از نظر معنوی بسیار متفاوته و همچنین اینکه خب چون میدانهای مختلف رو دعوت کردین هر کدوم از ما یک پیام آور یک رسول برای این همایش خواهیم بود به دانشگاه به محل حوزه علمیه به محل کاری که میریم و برای اطرافیان تعریف بکنیم که چه برنامه اینجا بود و با چه کسانی آشنا شدیم و چه چیزهایی اینجا یاد گرفتیم و بعضا هم شما از امکانات افرادی که دعوت شدن هم استفاده می‌کنین اینها خودش تبادل معلومات علمی و ثقافی و فرهنگی فيها ان شاء الله اكيد تجربه مثمره باذن الله تعالى حتكون في هذه النسخه من هذا المهرجان المبارك ان شاء الله لتعودي سالمه غانمه باذن الله بقضاء الحوائج بتحقيق الابداع والنجاح ان شاء الله في هذا المهرجان وستحملين في جعبتك الكثير والكثير لو تعرفنا على أمر أو أمر من الأمور المهمة التي ستحملينها بداية من, من أرض كربلاء المقدسة أرض مولانا أبي الأحرار وأخيه قمر العشيرة صلوات الله وسلامه عليهما ومن بلد العراق إلى بلدكم الآخر تفضلوا إن شاء الله من بإشق هزة زهرة وبإشق أهل بيت وقت مقالة نوشتم برای اینکه هم در این مجتمع شارکت داشته باشم هم بیام به پابوسی فرزندانشون و امام حسین و حضرت عباس و انشاءالله مولانا امیر المؤمنین گرچه اربعین من اینجا بودم ولی باز علاقه ارادت به این اهل بید من هر وقت مطلبی همایشی یا دعوتی برای حضرت زهرا و برای اهل بیت دارم نه نمیتونم بگم بر همین اگر سخنرانی هست اگر ضبط تلویزیونی یا رادیو هرچی هستش تا به حال الحمدلله این سالها نه نتونستم بگم و برای این مجموعه هم الحمدلله موفق شدم که یک مقاله بنویسم که انشاءالله پذیرفته باشند خودشون اذا لو وصفنا هذا المهرجان وما يحصل فيه بانه فرصه ثمينه للنساء المسلمات فهل هذا يعني انه من يفوت المهرجان هذا لابد انه وخصوصا من لديها ابداع في عملها، ابداع في تخصصها، لها مكنه ل... ل... يعني للخدمه لخدمه شخصيه السيده الزهراء في هكذا مهرجانات؟ البته همه نمیتونن که شرکت کنن و توانه شما هم برای اینکه همه مشتاقان و همه خانوم های مسلمان رو از همه کشورها دعوت کنین امکانش خب خیلی سخت و زیاد هست ولی ما هر کدوم میتونیم یک پیام آور برای آنها باشیم برای دانشجوهامون برای اساتید همکارمون برای خانوادهمون و برای هر مجمعی که انشالله در ایران مشارکت داریم هر مرکزی که مشارکت داریم پیام این مجمع رو انشالله ببریم نمونه فعالیت های شما خدمات شما زحمت های شما رو همه رو انتقاش منتقل بکنیم به خواهران و برادران ایرانیتون الله يبارك بكم الدكتورة نهلة الغروي كنت ضيفة عزيزة وتشرفنا باللقاء مع حضرتك ونتمنى لك من القلب كل التوفيق في مشاركتكم وبحثكم المشارك في خدمة السيدة الزهراء في مهرجان روح النبوة الثقافي العالمي النسوي بنسخته السادسة شكرا جزيلا لحضرتك شكرا ممنون عليكم إن شاء الله وفقكم الله للجميع التوفيق إلى هنا نصل إلى ختام هذا الحوار المثمر إن شاء الله في امان الكريم